سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، برنامه هندیمن رو تماشا میکنید. برنامه امروز یک برنامه بسیار جامع و کامل در مورد انواع اینورترهای جوشکاری در بازار ایران است. در دو سه سالی که گذشت من صدها سوال از شما دوستان دریافت کردم در مورد تفاوت دستگاه اینورتر جوشکاری MOSFET با IGBT و همینطور هم فرق دستگاه اینورتر جوشکاری تک برد با سه برد. امروز به صورت کامل میخوایم به تمام این سوالات پاسخگو باشیم. همینطور اگر وقت شد در پایان جلسه امروز یا به صورت مجزا در جلسه آینده در مورد انواع برندهای اینورتر جوشکاری در بازار ایران با همدیگه بحث میکنیم و از هر برندی یکی دو مدل خوب همراه با مشخصاتشون رو خدمتتون معرفی میکنم. پس این برنامه بسیار مهمه، تا آخر برنامه با من همراه باشید. اما قبل پرداختن به این موضوع من یک خواهش ازتون دارم. اگر دوست داشتید میتونید این کانال رو سابسکرایب بکنید، کانال پرشین هندیمن رو. سابسکرایبی که شما میکنید باعث میشه که به آرشیو ویدیوها دسترسی داشته باشید و همینطور هم که زمان میگذره تعداد ویدیوهای آموزشی در آرشیو ما افزایش پیدا میکنه. همینطور اگر علامت زنگوله رو بزنید هر زمان که ویدیو جدیدی منتشر بشه یوتیوب به شما یک نوتیفیکیشن یا یک اطلاعیه میفرسته که ویدیو جدید منتشر شده، میتونید تشریف بیارید و ویدیو جدید رو تماشا کنید. اینورترهای جوشکاری چه تک برد باشن چه سه برد، همگی از سه قسمت تشکیل شدن. قسمت اول در دستگاه جوشه اینورتری قسمت پاور هست. قسمت پاور یا قسمت تغذیه یا در اینورترهای سه برد همون برد پایینی که بسته به شکل طراحی اینورتر شما میتونه دو خازنه، چهار خازنه یا شش خازنه باشه. وظیفه برد پاور هم تبدیل برق 220 AC به 300 ولت DC هستش. داخل تصویر داره چند نمونه از بردهای پاور یا تغذیه رو میبینید. قسمت بعدی برد اینورتر هستش. برد اینورتر در دستگاه سه برد همون برد بالایی میشه. اما کار برد اینورتر چیه؟ برد اینورتر برق DC که از برد پاور دریافت کرده رو دوباره تبدیل میکنه به جریان AC اما با فرکانس بسیار بالا. قلب تپنده برای این کار المانهای سویچ زنی یا سویچ های قدرت هستن که بسته به نوع دستگاهتون میتونه MOSFET یا IGBT باشه. بر طبق طراحی‌هایی که تو بازار ما هست اگر دستگاهتون MOSFET باشه معمولاً 12 MOSFET 180 آمپری یا 200 آمپری هستش، اما اگر IGBT باشه میتونه رنج بسیار متفاوتی داشته باشه، از 80 یا 90 آمپر به بالا. بسته به نوع طراحی‌اش میتونه 2 تا IGBT 4 یا 8 IGBT داشته باشه. قسمت بعدی برد رکتیفایر یا برد یک سوسات هست که باز در دستگاه سه برد برد وسطی میشه. روی این بورد هم هیتسینگ وجود داره و اگر دستگاهتون MOSFET باشه و روی این بورد 12 دیود و 3 تا ترانس وجود داره. اما اگر IGBT باشه میتونه تعداد ترانستون فقط یه دونه باشه و تعداد دیودها هم بسته به نوع طراحی متفاوت است. خب پس با این حساب فرق دستگاه اینورتر جوشکاری تک بورد با سه بورد در چی هستش؟ بعضی از اینورترها این سه مرحله رو که خدمتتون عرض کردم رو در سه بورد مجزا انجام میدن، اما بعضی از اینورترهای دیگه هستن که هر سه این مرحله رو بر روی یک بورد انجام میدن. یعنی یک بورد اصلی یا یک مادر بورد دارن و بر روی این مادر بورد ماژول ها و قطعات دیگه نصب میشه. مطمئنا خیلی ها معتقدن که دستگاه اینورتر جوشکاری سه بورد بهتر است، اما در همین بازار ما دستگاه اینورتر تک بورد وجود دارن که به خاطر طراحی مدار بسیار خوبشون کیفیت جوش بالایی دارن. همونطور که خدمتتون عرض کردم وظیفه دستگاه اینورتر جوشکاری تبدیل برق آمپر پایین ولی ولتاژ بالای شهری به برق ولتاژ پایین و آمپر بالا مناسب جوشکاری هستش. بغل تپنده این دستگاه‌های اینورتری برای این کار MOSFET ها یا IGBT ها هستن. در حقیقت MOSFET ها و IGBT ها هر دوتا یک نوع ترانزیستور هستن. اصطلاحا بهشون میگن المان های کلید زنی یا سویچ زنی، یعنی کارشون قطع و وصل کردن جریان هست. خب تا اینجا که MOSFET و IGBT هر دو با هم مشابه بودن، بس فرقشون در چی هست؟ در قدیم یه ترانزیستور کوچیک وجود داشت به نام BGT بهش میگفتن، مطمئنم که همتون هم دیدین. و بعد از BGT MOSFET ها اومدن. ویژگی BGT ها در این بود که برای روشن شدن نیاز به جریان داشتن، اما MOSFET ها با ولتاژ کنترل میشد. یک ویژگی دیگه که این ترانزیستورهای کوچیک قدیمی داشتن این بود که در برابر تغییرات دمایی هم بسیار حساس بودن. اما MOSFET نسبت به BGT نسبت به گرما مقاومتر بود. با پیشرفت تکنولوژی IGBT ها اومدن. IGBT ها در حقیقت ترکیب به یک BGT با MOSFET هستش. خیلی ساده بخوام خدمتتون عرض بکنم، اگر یک IGBT رو دو قسمت ورودی و خروجی تقسیم بکنیم، قسمت ورودیش MOSFET و قسمت خروجیش یک BGT. یعنی IGBT ها هم ویژگی BGT رو دارن که جریان بالا رو میتونن تحمل بکنن و هم مانند MOSFET ها میتونن به راحتی با ولتاژ کنترل بشن.
IGBT در حقیقت حروف اختصاری است که داریم داخل تصویر میبینید. Insulated Gate Bipolar Transistor، ترانزیستور دو قطبی با پایه‌های ایزوله شده، MOSFET هم به همین صورت. این بحث تئوریش بود، حالا بریم سر بحث عملیش که چه فرقی با هم دیگه دارن. مهمترین فرق یک IGBT با یک MOSFET در جریان کاری اونها، IGBT ها به علت تکنولوژی پیشرفته تری که دارن 3 برابر بیشتر از MOSFET ها قدرت تقویت جریان رو دارن. یعنی همون کاری که یک دستگاه 200 آمپری با 12 تا MOSFET میتونه انجام بده، دستگاه مشابهش با 4 تا دونه IGBT میتونه انجام بده. از نظر قیمتی هم بخوایم حساب بکنیم، یک دونه IGBT تقریبا 3 برابر MOSFET یک دونه MOSFET قیمت. پس مهمترین تفاوت یک IGBT با یک MOSFET در میزان جریان کاری اونهاست. به عنوان مثال یک MOSFET 23M50 نهایتاً جریان کاریش تا 23 آمپر است، اما از اون طرف شما IGBT 60N60 رو دارید که جریان کاریش تا 60 آمپر هم هست. تفاوت مهم دیگه ای که دستگاه IGBT و MOSFET دارن شکل برد اون. تقریبا همه دستگاه جوشکاری MOSFET همشون 3 برد هستن، اما دستگاه اینورتری IGBT هم میتونن 3 برد باشن و هم تک برد، یا حتی میتونن ماژولار باشن، یعنی چندین برد در هم داشته باشن. فرق بسیار مهم دیگه ای که دستگاه اینورتر جوشکاری با تکنولوژی MOSFET یا IGBT با هم دیگه دارن در شکل مونتاژ قطعاتشون با هم دیگه هستش. دستگاه MOSFET دستگاهی هستن که روی برد اینورترشون 12 16 یا 20 عدد MOSFET استفاده شده و باقی قطعات همگی به صورت دیپ مونتاژ شدن، دیپ یا DIP. مونتاژ قطعات به صورت دیپ یه مزیت بسیار مهم و خوب هست برای تعمیرکار، به این خاطر که تعمیر رو راحت میکنه. مونتاژ قطعات به صورت دیپ همون هستش که شما میبینید که بر روی برد یک سری سوراخ هست که پایه‌ها داخل سوراخ میرن و از پشت شما لحیم میکنید. تعمیر اینجور دستگاه‌ها بسیار راحته. اما از اون سمت دستگاه اینورتری که با تکنولوژی IGBT هستن هم میتونن با روش دیپ مونتاژ شده باشن و هم با یک روش جدیدتر که SMD هستش. تکنولوژی SMD رو حتما بر روی برد دستگاه الکترونیکی جدید دیدید، همونیه که شما بر روی برد دیگه سوراخی نمیبینید و شکل قطعات هم متفاوت هست با تکنولوژی دیپ و هم بر روی برد مونتاژ میشه. یه مقدار تعمیر دستگاه SMD مشکل هستش. اصولا خیلی از تعمیرکارا دانش تعمیرشون ندارن. شما یک دستگاه IGBT تک برد رو میبرید پیش تعمیرکار، تعمیرکار دانش تعمیرشون نداره، به همین خاطر میگه قابل تعمیر نیست. اما تکنولوژی دیپ چون تکنولوژی ساده و قدیمی هست، تعمیرش برای همه راحت هست. طوری هست که هر کسی که از الکترونیک سرشته داشته باشه میتونه به راحتی هم ابیابی کنه و هم تعمیر بکنه. یک فرق بسیار مهم دیگه که اینو دستگاه با هم دارن در محیط هایی که استفاده میشن است. یعنی در مناطقی که گرم هستن و دماشون بسیار بالا هست توصیه میشه که دستگاه IGBT استفاده بده. یا اگر در منطقه‌ای که شما زندگی میکنید نوسان جریان برقتون خیلی زیاد هست و همیشه میبینید که دستگاه الکترونیکی اکثرا خراب میشه، بهتره که شما از دستگاه MOSFET استفاده بکنید. علتش اینه که هر تعمیرگاهی میتونه دستگاه MOSFET رو تعمیر بکنه و هزینه تعمیرش به همین خاطر هم پایین‌تره. خب برای اینکه برنامه‌مون طولانی نشه بحثو اینجا قطع می‌کنم و ادامه برنامه رو می‌ذاریم برای جلسه آینده. در آخر برنامه ازتون می‌خوام اگر این برنامه براتون مفید بود حتما ویدیو رو لایک کنید، چون لایک شما باعث میشه که ویدیو رو باقی دوستانتون هم ببینن. فعلا تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.